اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مزمل یعنی کسی که من موقع خواب آدم یه پتوی چیزی رو خودش میکشه اونو میگن مزمل. وقتی آدم لباساشو مثلا مچاله میکشه به خودش مدثر، بله نه به خوابه، حالا برای که زده محفوظ مزمل نه، یه پتوی چیزی رو خودش میکشه. کسی داریم از اقوام، البته این خیلی وقت قوم و اینا هستش، الان شد 40 سال بیشتر، این داداشاش هم همطور بودن. این وقتی خندشون میگره هرچی ناجور میخندیدن، بله یه ها همچی چیزی نه کنترول هم نه. ما تازه رفته بودیم قوم، مسجد اعظم ختم بودش، رفتیم شرکت کنیم. ختم بزرگی بود، در رفتیم تو دور تا دور آدم نشسته بود، ما ناچار وسط بعد میشستیم تا یواشاش مردم بنشه. تا رفتیم نشستیم منبره، گفت یا ایها المزمل، صحبت میکرد رسول به اینجا، یا ایها المزمل، ای پتو به خود پیچید. گفت ما خندمون گرفت، این نمیتونه کنترل کنه، بدت وسط خلا منم نگاه میکنم ختم اینا. گفت به یه بیچارگی بودو رفتم بیرون پشت دیواره، خود خندیدم تا حالت معمولی اومدم رفتم، دیگه چند تام اومده بودن. آره گفتم پدر بیام اونجا. خب پتو برای چی؟ پتو گفت آلو پتو گفته اون من دا. یا ای پتو به خود پیچیده. گفت خندم گرم پتو، بله درسته پتو هم یه چیزی روشون میکشن، الان ما میگیم پتو پارچه هست. یا ایها المزمل، خب معلومه داستان اینه که موقع خواب دیگه آدم چیزی رو خودش میکشه. قوم پاشو. پیغمبر کارش شروع شد دیگه. اینجا تو همین سوره بعدی که مدثره، تو غار حرا بود که جبرئیل اومدش، میفرمود وقتی وحی به من نازل میشه خیلی به من فشار میاد بدنی، خیلی و اعصاب، بعدش مدتی سرم درد میکنه، ششار داشت وحی که میامدش. حالا تو غار حرا و جبرئیل اومد و خودش اومد، حالا مفصلات و وحی اومد و اول بارو بعدم بنا شد بیاد که کارشو شروع کنه. این راه زیادی هست، غار حرا تا شهر زیاده، های وقت پیاده از نزدیکای کعبه برید تا غار حرا، خونه این نزدیکا بوده دیگه، این راه رو هم طی کردن اومدند. و در خونم که حضرت خدیجه دید خیلی وضع به هم ریخته، چی؟ گفت بله من به مامان آمده پیغمبر شدم، که همونجا حضرت خدیجه ایمان آورد. گفت من سالها منتظر همچین لحظم. همین رفت تو خونه بند خدا، از شدت خستگی و ضعف و اینا هم تکیه کرد که آرامشی کنه. جبرئیل اومد، یا ایها المدثر، من خدا پدر راحتی رو بیامرز. من پاشو، چه خواب نشستن، چه کارا شروع شد، چه کنم؟ پاشم انذر، برو مردم بترسان، این همه گمراهی شهر کفر مشتری ها. مثل دکتری که اومده 10,000 تا مریض در دورش جمع، اون مردم مشتری هاشن. و ربک فکبر، پیغمبر یادت باشه فقط خدا رو از هر چیزی بزرگتر کن. تو تربیت ها خدا بزرگترین چیز باشه برای همه، که بلافاصله پرید از جا واسط، همچین گفت الله اکبر، که تمام خلقت باهاش گفتن الله اکبر. اینجورم بوده آن خدا و دستگاه و فلان و اینا. و ثیابک فطهر، یه جوری شغل تو انجام بده، ادامه بده که وصله بده نچسبونند، بگن دیوونه است یا برای پوله یا میخواد مشهور بشه. اصطلاح لباسات رو طهر یعنی وصله بد نشست. و رجزه فهجر، تو حرفات منفی و اینا نگو، عصبان شدن و حرف سنگین زدن و اینا باید حوصله کن، مشتری ها همه ناجورن، باید صبر کنی، حوصله کنی، خوش اخلاق باشی. ولا تمنن تستکثر، تو خیلی کارت مهمه برای مردم، ولی از حالا فکر نباش که بیشتر از حقت از اونا بخوای. حالا آخرش هم به قدر حق دینام که نمیدن حق تو رو، ولی تستکثر نباش. ولی ربک فاصبر، برای خدا صبر کن. حالا میخواستم یه خورده مدثر رو بگیم بیام سراغ مزمل. این مال نماز شب است، این سوره، این مال شخص خود پیغمبر و اینا.
برای کار شخصی. شب قم اللیل، نخواب شب، پاشو. چه وقتی نمازه شب رو بخونیم و چه جور بخونیم و چه هست تو عربت الوسقا مفصل گفتند و تو رساله همی مقدار هست، چقدر شکی بخون، چقدر شکی بخون. اومد تو همین عربه جلو من آی خمینی حاشیه زده نوشته و از این بهتر کاریست که پیغمبر کرد و ما نمیتونیم، خیلی سخت. هی پام شد میخوابید تا نصف شب، چند بار نماز میخون، از نصف شب به بعد که بیدار بود دیگه تا صبح. پیغمبر خیلی شیفته بود که اصلا همه شب با خدا حرف بزن، نماز بخونه، رکوع بره، سجده بره. به این خاطر به قول لغت ما به دلش را اومد، اول گفت قم اللیل، اصلا شب نخواب دیگه، پاشو. اینه دوست داشت. آدم گشنه که میرسه دم افطار اول میخواد همه رو بخوره، شما جلوش نهیبو بخور، حالا خب چند تا لقمه خوردم پاشو شب همه فرم. حالا که آرام شد که همه شب مجاز شد به ما، الا قلیلا، حالا یه خوشو نخواب. نمیگه بخواب الا اینکه کمی پاشو، چون اون پاشودن دوست داشت. خب چقدر بخوابیم شب و چقدر بیدار باشیم؟ نصفهو، نصفش. شب اکی شروع میشه؟ شب از غروب شروع میشه تا طلوع آفتاب، اینو نصفش کن. به نظر آقای خویی، به نظر آقای سیستانی، از غروب شروع میشه تا اذان صبح نصفش کن، نصفهو. اون قسمن، میخوای حالا نماز شب بخونی، میتونی کمتر از نصف شب هم بیدار باشی، کمتر هم میشه. او زد علیه، میخوایم بیشتر بیدار. پیغمبر همه عمرش بیش از نصف شب بیدار بود، همیشه این زد علیه رو عمل کرده. دستور نماز شب، پاشدن و وضو و نماز و چه باید. ما چون مواجه شدیم با اینا، از اول که اومدیم اینا بوده و حرفاش بوده و تو رساله ها بوده، خب حالا داریم گوش میکنیم میبینیم، تا ببینیم اهمیتی که اینا داده شده بهش چه خبر بوده. اینجا در بخش نماز جماعت یه مطالبی رو جلد سه اون رابعه جلد بله یه مطالبی اومد، ببینید چه خبر بوده نماز جماعت، چه خبر آمدش. اول شروع نماز جماعت و روایتی رو نقل میکنه عربت الوسقا، اون شروع میشه، میفرما جماعت از مستحبات عقیده هستش، شرحش رو میده اینطور و اینطور و اینطور، میفرماد که در روایتی، حالا شروع میکنه، پیغمبر فرمودن فی خبرن که جبرئیل آمد پلو من، مع 70,000 ملک، تکی نیامده بود، 70,000 فرشته همراهش بود. این چیزای خیلی مهمه، اینقدر جمعیتی میاد خبریه هم. چه خبره؟ نماز ظهر رو خونده بودم، بعد از نماز ظهر گفت یا محمد اللهم صل علی محمد، ان ربک یقرئک السلام، پروردگار تو به سلام رسونده. که آقام در جواب میگفتن و هو السلام، او خود سلام است، یا قبول میکردن که علی السلام باش. و اهدا الیک هدیتین، دو تا کادو برات فرستاده. چه خبره؟ خدا اونم کادو فرستاده، این هم فرشته اومدن، معلومه خیلی کادوه. شما خیال میکنید چند میلیارد دلار بوده یا چقدر طلا بوده یا چقدر درجات بهشت بوده یا هر چی تو ذهن من شما میاد، از اینا بالاتر بوده. این همه فرشته اومده و شده. چیه؟ نماز شب تا اون وقت 4 رکعتی بود، میگه سه تا رکعت نماز شب اضافه شده، هدیه آوردن، دو تا شب و یکیش وتر. بله، الوت ثلاث رکعات، یعنی گاهی اونجور هم میگن دو رکعتی شفه وقتی که تو وقت قنوت و اون قنوت ها رو بخونه.
و یه هدیه هم دیگه نمازهای پنجگانه واجب و خودت و امتت به جماعت بخونن، که بعد پیغمبر ثواب جماعت رو پرسید و خیلی شرط دادن تا این صفه که چه ثوابایی داره. نماز شفع و وتر رو به عنوان هدیه آوردن. چی شده؟ چه خبر شده؟ توی صدا سیما داشتن دیشب صحبت میکردن، البته حرف هم به خود طول کشید. بعد اون وقت که تمام شد یه تشکری هم کرد از اون شبکی که وقت دادن به ما، مثل که وقتش تمام شد. اون هم دیدن حرفا خیلی حساسه، مثلا 10 دقیقه اضافه کرد و تشکر کرد، وقت داد. داره تشکر میکنه که اجازه دادن من نماز بخونم. بله، هم اجازه دادن خیلی مطلبه. اون وقت تو نماز وتر خیلی دعا داریم، خیلی چه خبره، دعاها رو ببینیم تو روایت ها و اینا، که تو روایت داریم راحت ترین شما در قیامت کسانی است که وترش طولانی تره، بل راحتیش بیشتره. و و و حالا چه خبره؟ ببینید این نمازا و اینا که اجازه سخن و چه و سخن بگو، حرف بزنه، چی بکن. خدمت شما شود که شما این دو روز دنیا رو نگاه نکنه، این دو تمام میشه، مطلبی نیست. ما تو همین دو روز دنیا باید آخرتی که ابدیت تأمین کنیم. آخرت خیلی طولانیه، خیلی زیاده، خیلی. یه وقتی میبینه کسی رفته توی محلی بمونه 400,000 تریلی نون داره میبره، چه خواهیم چه کنی؟ میگه من میخوام 6,000,000 سال اینجا بمونم مثلا، میخوام نون. بله، من تو سفرهای ما چند روز نون میگه چند تا میخوام، زمان زیاده، نونم نسبت ببر. قیامت بی نهایته، آخرت بی نهایته، هرچی ببری کمه، هرچی ببری. این مثال تریلیار که بزنم، اگه هرچی خدا تریلی خلق کرده و بعدن هم خلق میکنه، نون بار کنی برای قیامت باز کم میاری، چون بی نهایته. تو ریاضیات به ما گفتن هر عددی هرچه بزرگ باشه در مقایسه با بی نهایت نزدیک به صفر، عدد نزدیک به صفر با هر عددی هرچی بزرگ در مقایسه با بی نهایت مثل همه، انقدر بی نهایته دیگه، نهایت نداره. این عالم آخرت اینجوری رو شما میخوای زندگی کنی توش، خب بعد مایه ببری، خیلی بد ببری، خیلی. و هم دنیا هم باید همه رو کسب کنی، همه شب تو این شب و روزا باید کسب کنی، همه هم چند روز عمر بمیری که دیگه تمام شد، پرونده بسته میشون میره، آثار اعمال میادش. اینا خیلی تو نمازها چه یادمون دادن، خودشون هم میکردن. یه نامه امام ششم نوشت به شاگرد اولای کلاسش مثل مسلم و زراره و اینا، اینا هفتش چند تا بودن، بهترین شاگردا بودن، عجیب غریب اینا مهم بودندش. نامه داد بهشون، نامه تقریبا چند ورقه. شما رفتید کتاب کافی رو پیدا کردید، کتاب کافی 8 جلدی، 2 جلد اولش اصول کافیست، روایت های اصول اینا توش، اصول دی 5 جلدش فروع کافیست، فروع هم رساله ها هم. جلد آخرش روزه است، روزه یعنی روزه، یعنی باخ، اسم جلد گذاشته روزه. این روایت های این تو هستش که نه به اصول میخوره نه به فروع، جمع کرده مرحوم کلینی، یه جلدی شده خودش. اولین روایتش همین نامه هست، همین نامه، همین باسکن نامه هست. خیلی توبت کرد آقا، خیلی مطالب تو اون نامه هستش، خیلی اصلا هر تیکش میخونه فرمود اینو بذارید تو جانمازتون نگاه کنید، همیشه هر روز نگاه کنید، همیشه نگاه کنید، این مطالب اینقدر مهمه، مهمه. برید ببینید چه خبر چی سا. یه جملهشو میخوام بگم، آقا فرموده تو اون نامه که والله مسیر دعائکم یوم القیامت عملا، هرچی به زبان دعا به خدا گفتی خداوند به صورت این که عمل کردی بهتون برمیاد. این خدایا من بهترین بنده قرار بده، عین این که بهترین بنده بودی به قیامت میده. خدایا توفیق به من بده یه مسجدی بسازم چند کیلومتر در چند کیلومتر، مثلا چه قیامت میساختی
چون دعا کردی مسیر و عمل کم یوم القیامت دعا کم عملا، دعاها رو کم نگیر، میده خدا. بطب دعای درست و عاقلانه و درست آنه که مثال بزنم که گاهی اینطور دعاها مؤثره. بچه بچه خدا میدونه چه خبره توی دعاها، توی مسائل، توی فهما، که اینقدر پشتش هم معصومین گرفته بودن. خب یه کار تو شب که اینو اول خدا فرموده، حالا شب بیداره میخواد نماز بخونه بیدار باشه، رتل القرآن ترتیلا، پیغمبر قرآن رو میخونی ترتیلا بخون، رتل القرآن، زیر کتاب من نوشته ترجمه با تأمل، بله یک معناشی قرآن یه جوری بخون حروفش معلوم باشه، کلماتش معلوم باشه، هر کلمه یه حالتی داره. شما پلین هنرپیشه ها که برید که دارن فیلم بازی میکنن، مثلا موقعی که حرف عصبانی میخواد بزنه حالت عصبانیت به خودش میده، میگن حس گرفت، رو خودشون میگن حس گرفت. مثلا میخواد تو فیلم گدایی کنه حالت همچین درخواست به خودش میده، حس، میگن حس این کار رو بکن. مثلا با اون زنش میخواد عاشقانه حرف بزنه، حسش رو ایجاد میکنه که آدم خیلی داره خودش واقع میشه. بعضی خیلی قوی هم تو هنر پیشه، اصلا آدم بیادش میره فیلم، خیال میکنه این واقع داره میشه، اینقدر قشنگ دارن عمل کنه. بله این داشت یه فیلم فرشبانشون بیداد، چی بود؟ خانه امن میاد کارا، زن ما نشسته و گوش میکرد، یکی دو بار گفت، گفت خیلی وحشت می، ولی یادم میاد فیلمه یه خورده آروم میشم، میگم این راست بود، راست میگه، این راست باشه که خیلی بعدش میاد فیلمه. خوب حالا اصلش راسته، حالا فعلا این فیلمه، این خیلی همین الان در واقع میشه. حالا قرآن رو یه جوری بخون که آیاتش رو حس بگیر به خودت. آیات گاهی اخباره، گاهی انشاءه، گاهی امره، گاهی نهیه، گاهی موعظه است، و حس اونشو بگیر. هم زیبا بخون، هم واضح بخون، هم با حس، مثل که داری حرف میزنی. اصلا خیال کن تو داری نازل میکنی این قرآن، حس نزول رو بگیر. این بلدی میخواد، بلدی میخواد که آدم معنای قرآن بفهمه، جمله کجا تمام میشه، این حس حالش چطوره، مثل فرمان چجور داده میشه، از جهنم در خدا صحبت میکنه، اون حس وحشت و ترسوندن اینا رو بگی به خودت، خود جهنم دیگه. از بهش صحبت میکنه، اون حسی که بهش خدا داره معنام چجوری میگه، به چه صورت. یه استادی داشتیم تو دارالفنون، من محصل بودم 6 سال متوسط اونجا بودم، سال 41 هم شدیم دیپلم ریاضی دارالفنون. یا آقای دبیر فارسی بودش، فارسی میگه از رو میخوندن دیگه، کافریتون فارسی بود. پسر هر صدا زده بود، دارالفنون کلاسش خیلی بزرگ نمیشن، چیزم زیادش موش میشن، شاگرد نمیشن، شعر بخونه، شعر درس دیگه، شعر بخونه و غلط میخونه درست. پسر همچین شکسته اینا میخوند، گفت پسر جون اسفانی ها میگن شعر رو بعد دادم یه جوری بخونه که معنا ازش بیچکت، یعنی همچین بخون که من تو خوندنت همه معنا رو بگیرم. شعر قشنگ بخون، مثلا شعرهای حماسی، حماسی با جنگ، جنگی بخون، حماسه است این شعر. هر شعر حالت خودشو که مثلا اصلا طرف تو خوندن تو بفهمه چیه. حرف اون آقا، قرآن همینطوره، به قول اون آقا معنا ازش بچکه. خب این بلدی میخواد، توجه میخواد، دقت میخواد، جمله چه جمله است، اخبار، انشاء، چی گفته شده، خبره، تاریخ داره خدا میگه، یعنی قصه میگه، فرمانی الان نازل شد، چی اینا. امام صادق فرمودن هر جا قرآن خدا میگه یا ایها الذین آمنو، این کلمه داره نوازشتون میکنه، داره مثلا شما میخوای یه کاری به پسرت بگو، کار سخته، مثلا این سنگا رو ببر بیرون، سخته، اول میگوی پسرم که کار رو بکنه دیگه. ببینه یه بند خدا گفته بود آقا یه وقتی تو کوچه میبینید یا حسین یا حسین میکنن، برید قیمه و غذا اینا میدن، ولی یا علی نرید، بار میخوان بلند کنن، برو یا علی، برای یا علی، علی دارم بار میدن. نوشته بود توی هر شوخی، نوشته بود که یه دوزی رفت خونه مداحی، همه رو جمع کرد توی چادر شب نبود هنوز، اومد کول کنه که بره،
گفت یا علی که پاشه. مدح رسید، گفت پدر بیامرز من یه عمر یا حسین کردم، جد. دو بیا یا علی میخوای همه رو ببری. من یه عمر یا حسین کردم جمع کردم، تو بیا یا علی میخوای ببری. حالا شوخیه اینا. بله ببینید، حالا تو جنب خودم برگردیم، بتونیم قرآن رو اینجور بخونیم بلدی میخواد. اون وقت تمام معصومین بی استثنا پیغمبر و دوازده امام وقت تلاوت قرآن داشتن در ساعتی از شبانه رو به قدر زیبا میخوندن، محال بود هیچ خوانندهی به این زیبایی بخونه. محال که میگم میدونم هیچ کس نه به این قشنگی. پیغمبر که رو دست همه بود چه زیبا میخوندن. حالا اون حسم میگرفتن، ترتیلم بوده، چیم بوده، اینقدر زیبایی آفریده میشد که مشرکین میومدن دور، اینقدر لذت میبرن، عربن میفهمند خیلی هم خوب گوش میکرد. بعد هم دیگر رو سرزنش کردن، گفتن خب ما بریم گوش میکنیم، یواش یواش ممکنه جذب بشیم و باور کنیم و بریم مسلمون بشیم و دیگه کسی نیاد و گوش نکنه و جدی گرفتن کسی حق نداره بیاد گوش کنه. اینقدر زیبا میخون. هر شب هر کس اون گفتش که بقیه که نمیرن بذار ما بریم. همه اومده بودن دوباره. هر کس هم گفته بود بقیه که نمیرن بذار من برم. ببینید اینجور. خب زیبا خوندن خودش یه حسنه. ولی خب با فهم، با درک، با توجه، با معنا. اون وقت همه رشدی برای ما حاصل میشه. رتل القرآن ترتیل. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بنا داری مثلا یه مثال میخوام درست کنم، بنا داری خونت رو برفوشن و به هر علتی بری خونه کوچیکتر بخری، زن و بچه بفهمن سختشونه، شما چاره نداری باید این کار بکنی، هم منتظری سر یه فرصتی بگوی، یا بگوی خود اقدام کنه دیگه. میگه پیغمبر یا آیاتی میخوام برات برفرستم شنیدنش برای مردم خیلی سخته، ولی خب اینه دیگه باید گفته بشه. قولن سقیلا. چیزای غلط تو اجتماع خیلی بودش، خیلی. من به زودی هم دست برمی داشت. حق زنا تقریبا ضایع بود تو ملت عرب. هی پیغمبر زنده کرد، زنده، ارث نمی دادن، مالا رو می خوردن، ارزش قائل نبودن، دخترها رو زنده به گور می کردن، چه هی ارزش داد نه اینجور. ارث بد ببرن، چی دارن اینقدر به قول عربا به نفع زنا بود، میگفتن این پیغمبر زناست، یعنی همش به نفع اونا هست. سنگین بود براشون تا حالا قبول کنن بپذیرن اینجوری. آیات ارث اومد، حقوق معلوم شد، بله نماز بد خونده بشه، روزه بد گرفته بشه، زکات. شما اگر حضرت موسی رو تو کوچه میدیدی، حضرت موسی قد بلندی داشت و خیلی هیکل کذاب بود، بنی اسرائیلی اصلا هیکل خاصی داشت، استخونمندی خاصی و هیکل خیلی زیبایی داشتن. جناب یوسف پیغمبر حالا زیبایی سر جاش، خود استخونمندی هم خیلی زیبا بوده، اصلا پسرای یعقوب هم همطور بودن، اسرائیلی بهش میگفتن. مادر امام زمان دختر از نوه‌های یوشع ابن نونه، شمعون الصفا، شمعون الصفا از من اسرائیل، مادر امام زمان. اون وقت استخونمندی امام زمان اسرائیلی، یعنی مثل یوسف میمونه، من قشنگترین استخونمندی بله اسرائیل. حالا این اسرائیل معلوم خرابکاری کرده، تا میگن اسرائیل خرابی پدر سختان، میگن بابا اسرائیل لقب یعقوبه، لقب یعقوب پیغمبر، معناش هم یعنی عبد خالص خدا، اسرائیل یعنی عبد خالص. حالا بله حضرت موسی که خودش اسرائیل و بنی اسرائیل بمانه، ماشاءالله چه خیلی با ابهت بودش. یه نفر شما میبینید دور و بر موسی خیلی شعار میده، برید کنار بیاد، آقا اومده بشینید، پاشید ساکت بشید، این بادیگارد سمپات، این کیه؟ این پسر خالش قارون هم اسمش، خیلی لابتی بود برای خودش، از دور آمده آقا برید کنار بشین، خیلی گرد خاک میکنه. گذشت و یه پولدار شدش. گفتن از چه اینقدر پولدار شد؟ نوشابه میفروخت. یه جور نوشابه اختراع کرده بود، قانم چی قاطی میکرد، اینقدر خوشمزه بود مشتری زیاد پیدا کرد. مردم خوراک و اینا رو مشتری هم. پسره داشت به پدرش سفارش میگم، میگو برو تو کار شکم، مشتری همیشه داری. شکم مردم از هرچی بزنن، از شکم نمیزنن، برو کار شکم.
این نوشابه رو خیلی مشتری داشت، خوشمزه بود عجیب غریب، این میخرید اون میخرید اون میخرید، ولی پول جمع میکرد و کارمند و زندگی و فلان ثروتمندی شد، ولی بادیگارد بودش. آیه زکات اومدش تو تورات، پول دارا باید زکات بدن، خیلی براش سنگین بود. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، نمیخواست بده، یواش یواش کنار کشید، دیگه نبود و نمیومد و دیر میومد و یه روز در میان میومد و شعار نمیداد و یواش یواش و اینا. خب معلوم بود یه آدمی که همش اینجا میپله که پیداش نیست. حضرت موسی فهمید که این زکات نمیخواد بده، دلش سوخت که این به خاطر این پولا جهنمی میشه، در نافرمانی خدا میخواد بکنه. دیگه دعا کرد که خدایا یه راه نجاتی. خدا فرمود موسی به همه گفتم 41، الان تو رساله هاتون طلا و نقره 41 زکاتشه، 40 تا یه دون، ولی عددشو برای قارون تو معلوم کن، من قبول دارم. خیلی خوشحال شد، صدا زد گفت بابا تو 101 بده، زیاد بود، تو 501 بده. اصلا نمیخواست بده. یه بند خدای تو محل ما این قضیه ما سابقه، هم ما عمومی بود، حالا که البته خود وضع وضع شد، همه مال همه بودش. سالی یه بارم مزد میدادن به همومی ها، سر خرمن ها و اینا ها گندم میدادن، چی مزد تا یه سالشون بودش، ما کار بکرد. حالا به شرایط رفته بودن همومی ها از نفر مزد سالیانه رو بگیرن، دعواشون شده بود و شکایت کردن به یه آقای. آقا فهمون چیه، چرا دعواتون؟ گفت اینا میخوان بیشتر از هر سال از من بگیرند. به همون گو با بابا اندازه هر سال بگید. خب هر سال چقدر میدادی؟ گو هیچی. این هیچی نمیخواسته بده، گو میخوان بیشتر از هر سال بگیرند. حالا قارون همینطور بوده، این هیچی نمیخواست بده، من که کم هم میخواست بده. بشر چقدر بدبخت میشه دیگه. چی شد و چی شد؟ حالا دنباله من قول ثقیل رو میخوام بگم. دستورات که میومد پسند همه نبود، بالاخره الان ما رمضان نیست، فردا میخواد شروع بشه، سخت خود تحمل میکنه آدم، صبر دیگه خوب میکنه، بند دستوریست باید اجرا کنه. به هر دستور ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم مقیلا، این شبا خیلی در درست شدن انسان اثر میذاره، خیلی اثر. آیت الله مکانب دیدم تو این رساله تو بخش نمازهای مستحب که رسیده نماز شب، یه چند خطی در اهمیت نماز شب شرح داده، خیلی خیلی در خودسازی انسان مؤثره، خیلی خیلی. اشد و وطن اقوام و قیلن، برای همه، حالا پیغمبرم همینطور که در اونجا شخصیت ها شکل میگیره، اما این پیغمبر بنده خدا که شب حالا نصف بیشتر هم بیدار بود و عبادت میکرد و چه و چه، ان لک فی النهار صبحا طویلا، پیغمبر روزا خیلی راه میری، پیغمبر مردم له له میزنن از در خونش نیاد بیرون، مثل کرونا که میگن نیاد بیرون، اصلا نبینندش، چیکار داره؟ نمیخوام بود بپرسید، میخوام خدا بپرسید، ولی خب باید بره، خب مردم که نمیاد، کسی زنگ نمیزد پاشو بیا دیر شده اینا، اصلا مخواست نیاد، اینجا برو اونجا برو، من پیغمبر باید بره دنبال مردم. گفتن فرق پیغمبر و امام چیه؟ گفتن پیغمبر باید بره دنبال مردم بگه حالا تو بکن، امام باید واسطه تا بیان مردم حالا عمل بکن، مردم نیومدن تکلیفی نداره. که فقها هم همینطور، تقلید در خونه رو نمیزنه، از من تقلید کن چی، نه شما میری و ما به یاد میده میریم، امام اونطوره مردم برن، اما پیغمبر باید میرفت کنه. یو میرفت تو فاحشه خونه، بد بود وضع مکی، اصلا این وضع همه مشغول کارشون بودن دیگه، نه خدا رو بپرستید بت پرست نه پرست، حالا تا بعد اول از خدا شروع کنم تا بعد به این کاره برسیم. آقا برو بیرون که گفت بیاین دیوونه اومد داد بیداد هوار چیز پرت میکردن اینا، میرفت اون قمارخونه، حالا اونجا هم درگیری فلان حرفاشو میزد، خوب برخورد میکرد خونه بد نه، در میبند میرفت تو اونی که فاحشه خونه. آه یه حوث پیغمبری نکنید، آخوان کار سختی، مردم هم منتظر نیستن بعدم برخورد میکنن و مقام به خاطر تحمل دیگه.
رفت طائف تبلیغ کنه، تمام الوات و اراذل و اوباش و فاحشیا و قماربازای مکه تازه میخواستن الوات بزنن طائف. چه خبر بود اونجا؟ ایشون رفت 45 روز اونا رو تبلیغ کنه، انقدر سنگ بهش زدن که استخوناش پیدا شد. هیچ کس هم ایمان نیاورد، هیچ کس هم جابش نداد، هیچ کس هم تو این 45 روز دعوت قضا نکرده، همش مسخره و فحش میدادن. میخوای شما بری؟ بر پیغمبر این جسمه. ببینید سخت بوده. ان لک فی النهار صبحا طویلا، خیلی راه میره. بعد شب میمد خونه زخمی سنگ زده بودن، حضرت خدیجه دوام میذاشت، چه میکرد؟ دلداری میداد، چه خیلی خدمت میکرد. خب اینم یه بخش. وذکر اسم ربک، نام پروردگار رو زیاد ببر، چه در قلبت، چه به زبانت، چه در عمل. و تبتل الیه تبتیلا، از همه چی ببر فقط به خدا وصل بشو. آیه خمینی تو وصیت‌نامه شون دارن تعریف از حضرت علی میکنن، میگن این عبد رها از همه بندها. این همین خدا به پیغمبر میگه از همه چی ببر فقط به من وصل باش. تبتل الیه تبتیلا. اینا رو گفتم براتون تا این آیه حالا جا بیفته که میخوام براتون بگم. خدا به این پیغمبر میگه ربک یعلم، آیه که خونده شد، پروردگار تو که اسم محمد ربک، با اون داره حرف میزنه. قرآن وقتی با پیغمبر حرف میزنه حواسشون باشه با اون داره حرف میزنه. بله اون اسوه ما اون سر جاش، ولی فعلا طرف حسابونه. رب تو میدونه که تو که محمدی، تقوم ادنا من ثلثی اللیل، از سه تای شب نزدیک دو سوم پا میشی. شب 12 ساعته رو نزدیک 8 ساعتش پا میشی، دو سوم. بله 12 بخش بر 3 4 تا میشه، 3 4 تا 12 تا، نه 4 12 رو بخش بر 3 4 تا میشه، درسته 8 ساعت میشه، بیشتر نزدیک 8 یا و نصفه، گاهی هم 12 ساعت و 6 ساعت پا میشه، و ثلثه گاهی هم 3 ساعت، بله 4 ساعت پا میشه. خب تا اینجا که مال پیغمبر، از اینجا به بعد حالا دیگه پای ما اومد وسط، اگه انشالله بریم. و طائفتان من الذین معش، به افرادی میگفتن منم میخوام این پیغمبر شبا بیدار باشم، و بعضی هم میکردن، حالا چقدر موفق میشدن چقدر میشد. من الذین معش، اگه شما دوربین مخفی میذاشتی منزل فاطمه زهرا و تمام طول شبها نگاش میکردی، اینه پدرش داره عبادت میکنه، تمام هرچی اون در مشغول، تو خونه مشغول، یک ثانیه کم هم مشغول. پیغمبر انقدر نماز شب خوند استاده که ساقای پاش ورم کرد، فاطمه زهرا ساقای پاش ورم کرد، شدت استادنه تو نماز. دوربینو ببر پلو علی، علی هم همطور داره میکنه. بقیه دیگه حالا به اون شدت نبود، حالا هرچی بتونه. و طائفتون من الذین معک، والله یقدر اللیل و النهار، شبا بعضیا بلنده بعضیا کوتاه، اندازه هارم خدا معلوم کرده، شبای بلند داریم شبای کوتاه داریم. یقدر دست ما نیست، دست خداست. علم علن تحسو، خدا میدونه که شما توانایی ندارید که شبو در اختیار بگیرید. بعض وقتا خیلی خسته خوابت میبره، بعض وقتا شب کوتاهه، بعض وقتا شب طولانیه، تو بیحالی و و اونجور نمیشه، باید بکوشیم. خلاصه اینجور شب داره، ما باید خودمون رو تطبیق بدیم، ما استفاده کنیم. یه تاب علیکم آمده، شیخ وضع خراب کرد، حتی برای ما صابر و پیغمبر نیست علیکم. اون وقتی که موفقیت کم میشه گناهی کردیم که اینجور شده. حضرت علی فرمودن هل توبت الا عن الذنب، تا گناه نباشه که بای توبت نمیرن. پس شما رسیدی تو خیاب، توبه کن توبه کن، بیا من کار نکرده، نه کاری کرده که میگن توبه کن. گفتن یه دونه دروغ در کوچیک در روز کسی بگش از نماز شب محروم میشه، گناه اثر میذاره تو این عبادت. خب حالا چه خاکی به سر کنیم، کردیم چه کارش کنیم؟ خب عمر تموم میشه، توفیق چه؟ فقره او ما تیسر من القرآن، جاش قرآن بخون تا هرچی میشه صاف صوف بشه.
قرآن، با قرآن خوندن، هرچی برات میسر قرآن بخون. حالا هر وقت خوندی شب روز تو راه رفت، میگن راه میرید بهتره حفظ بخونید، وقتی هستید جای ساکنید قرآن دارید و خود قرآن دارید بهتره، نه که از رو بخونید، ولی حفظید از رو بخونید، ولی راه میرید بهتره حفظ. حالا قرآن بخون، فخر او ما تیسر من القرآن، با قرآن خوندن بیا چی بخونش. بله الان که اینجا خدمتون شستم شد 12 ساعت نشده، چی شد و چی شد و چی شد و حالا یه وقت شب خیلی گرفتار و چه و مریضی و اینا دیگه شروع کردم رخت و خواب دادم به قرآن خوندن. فقره او ما تیسر، حالا ببینیم قرآنی خورده جبران کنه. فقره او ما تیسر من القرآن، خداوند حالا قبول کرده. علم که سیکون منکم مرضا، بعضی خوب مریض بدن بودم، حالا من مریضی بودم، مریض چیز خوب نه، حالا مریضی بود. یک کسی آمده بود جلسه دعای خوبی کرد، میگو آی خاتمی خدا کنه این کرونا کرونا بگیره از دست صاحبش، خود کرونای کرونا بگیره. اینم قشنگ بودش. ای خبر داشتید کرونا کرونا گرفته او. بله بله، حال مریضی های نامیدش. خب موفقیت کم میشه با قرآن، یا قرآن جبر. بعضی ها یزربون فی الارض یبتغون من فضل الله، این شهر برو اون شهر برو اینجا اونجا، حالا این مملکت هرچی پول میخواد در بیاره، یبتغون من فضل. خب نمیشه مثل هر شب خونه اینقدر بمون بیدار بمونه، به هم میخوره و کم میشه و زیاد میشه. اونم قرآن بخون به جاش، هرچی نشد قرآن. آخرون یقاتلون فی سبیل الله، گاهی دعوا بود جنگ بود تو بیابونان، خب رفتن چاره نیست اینا، به هم میخورد همه چی دیگه، یه وقت اون توفقا میخورد کم میشه. باز فقره او ما تیسر من. خب ببینید قرآن آورد خدا، این قرآن خوندن چه خبر. قرآنی که اول اول شب مزمل پیغمبر بهش گفت رتل القرآن ترتیلا، اول از قرآن هم شروع شد، اینجا هم داره با قرآن. خیلی قرآن میخوندن. رفتم از آیت الله سعیدی مسئله بپرسم، نماز تموم شده بود، دیدم این تو جیبش قرآن در آورده، دور معلوم نبود قرآن کوچیک داشت، قرآن میخون. خب من همیشه شاگردشم، گفتم شما اینجا فرصت مسجد قرآن. فرمود که تو خونه خیلی میان میرن، همینطور بود، خیلی مشتری داشت، نمیذارن، وقت نمیشه. من هر جا وقت کنم، اینجا الان کسی نبود یه خود قرآن میخونه، حالا هر جا یکی اینجا. آی خامنه ای داشتن تعریف میکردن تو تلویزیون که اول باری که بعد از چند سال آقا اومده بودن ایران و تو مرسه چه کجا بودن، دو منم رفتم ببینم شون، حالا میشه که با هم مربوط بودن، حالا چند وقت ندیده بود. گفتن آقا چه شده، چه شده تو اتاقم، این حالا میتونسته بره تو. گفت در باز کردم، نمیدونه قرآن میخونه خامنه، اونم همطور هر وقت وقت میکنن قرآن. و کار زیاده، دم به دم آدم میاد، الان گفت دیگه نمیشه، آقا من رفت با هم تعریف باید بکنم. ببینید از هر وقتی استفاده میکردن قرآن با. تقریبا من هر وقت رفتم با استادم و ببینم یادم میادش قرآن بخون و تفسیرم با تفسیر المیزان ببینم، همین گفت تفسیر خوبیه بخون شما. ببینید با قرآن ارتباط رو قطع نکنید، هرچی هم بیشتر بیشتر، خیلی هم کم داریم. کتاب هدایت دیگه، فیه هدن و نور دائما همه جا اینا. خب حالا چون میخوام تمام کنم بحثو، خیلی قرآن مطلب داره که بلد نیستیم، باش باشم مشغولم باشید، بازم خیلی مطلب داره که نمیره، واقعا نمیره. بلد شدن خوندن، چه این آیه اون آیه، این سوره اون سوره، این مطلب اون مطلب، آیاتش اینجا کجا بود، اون چیه اون چیه اون چیه. بله خب باید مشغول باشیم، چه خوندنش، سوره های مختلف، آیات مختلف، مسائل مختلف، دریایی هستش. امام زین العابدین فرمود هر یه دونه آیه قرآن مثل گنج میمونه، در این گنج رو بردارید تا قیامت استخراج کنید تمام نمیشه. خیال نکنید قرآن تموم میشه، حالا امروز هر چی میتونه استخراج کن برو فرده بی. خب بکنیم، خب خبری همچی کتابی اومده، یه همچین چیزی با ارتباط بدید، بلد بشید، یاد بگیرید، این طرف اون طرف اون طرف. خدا تو این قرآن کریم داره بنده های خوبش تعریف میکنه، عباد الرحمن، یکی از تعریف ها اینه،
اذا ذکروا با آیات ربهم لم یخروا علیها صمما و عمیانا. بنده های من، خیلی بنده های خوب، هر کدوم از این آیات براشون خونده میشه ذکروا با آیات ربهم، یه معناشه تازه نشنیده، لم یخروا علیها صمما، الان میشنوم یا نمیدونم معناش چیه، کر و کور نسبت به این آیه نیست. چه اینقدر رو این آیه کار کرده؟ حالا بازم خیلی داره سر جاش. توقع خدا اینه که قرآن میشنویم بی اطلاع نباشیم. لم یخر رو علیها و سمن و امیانا. بله، این کارشناس ها رو یه وقتی تلویزیون دعوت کرده بود، چند سال پیش آقای قرائتی هم صحبت میکردن، بودن همه اینا که حرف میزنن میرن، حرفی که ایشون فرمود خوبه، میفرمود آقایونی که به عنوان کارشناس دینه میرید اون پشت لاقل یه دور تفسیر قرآن رو بدن، پشت لاقل یه دور تفسیر کل قرآن برای خود تو رفته ادعا کارشناسی میکنه، خب طرف سوال میکنه، خب بلد نیسته معنی چه، خوب یاد بگیر، این اقل نیستانه که بیشتر اقل می لاقل، حالا معناهاش و علوم هم رو سر جاش، که هرچه قرآن مطرح میشه بیگانه نباشی باش. خونده باشه چه باشه، همه آیه قرآن لم یخر رو علیها صما و عمیانا. خدا کنه انشالله ارتباط من و شما با این قرآن چی بشه. بعد از اینکه همین آیه که داشت گفته میشد هی امر به قرآن داره میکنه که حالا که اینجوره پس قرآن بخون قرآن بخون، اگه این کارا رو بکنیم حالا ما حرف آخر دیگه زده شده تو همین مزمل، بله چند تا کلمه گفته میشه که اون دیگه کلیگوی همه مسلمان هست، نماز به پا بدارید، زکات بدید، بله اون آیات که تموم شد، و اقیم و صلات، این که کلیه، آت و زکات، اقرض الله قرضا حسنا، این که به همگان، و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا، پلو خدا بری برد بهتره و اعظم اجرش. این هم انجام دادی و استغفر الله، استغفار کن، استغفار کن، خیلی توصیه به استغفار میکنن، هر وقت انسان استغفار کنه، استغفار، ان الله غفور رحیم، استغفار خیلی خوب، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اللهم اغفر لی، استغفر الله، استغفر الله ربی و اتوب. گفتن که طرف پاشده بود اعمال شب قدر رو میگفت که مشتری ها گوش کنن انجام بدن، گفتش که 70 بار بگود استغفر الله و اتوب الیه، ربی نداره، راست میگه، ربی تو جمله نیست، استغفر الله و اتوب الیه، دید مردم دارن میگن استغفر الله و اتوب الیه، ربی نداره، استغفر الله تو ربی نداره، ربی ندارم، هست تو اعمال شب قدر بخونید نوشته ربی نداره، یعنی استغفر الله و اتوب الیه، رب، آره دید همه دارن میگن و ربی نداره، استغفر الله. آقای مجتهدی میفرمه اون رابطه حضرت معصوم رو زیارت کنه، میگه چون وارد شدی 34 بار بگو، نمیگه 34 بعد 34 تا بگه، 34 بار بگو الله اکبر، بعد میخونه آقا 34 تا رو بگو، سی الله اکبر خوند از رو، 34 بار بگو الله اکبر سبحان الله وسط الله بگو، تو این از رو خوند داره میخونه، آقا بگو 34. خدا انشالله دست هممون رو بگیره، خدا دم بدم ما رو با قرآن آشناتر، خدا انشالله هر شری این کرونا و هر شری رو برد